میفرستم خدمت شما بیننده عزیز و محترم. خب من در دو بخش قبلی تحلیلی داشتم راجع به ماهیت رژیم جمهوری اسلامی، چرایی این ماهیت و اینکه در نهایت جایگزین رژیم ولایت فقیه چه خواهد بود. در دو بخش قبلی این رو تحلیل کردم که رژیم به لحاظ ماهیت، حال اگر بگوییم که در 43 سال پیش مطابق ادعاهایی که کرد، حالا اهم از این که ادعاها راست بود، یعنی واقعا میخواستند که اون چیزایی که گفتن رو عمل کنن و یا اساسا نه ادعاها دروغ بود، یعنی اهم از این که آنچه که الان میبینیم نشانه صداقت رژیم ولایت فقیه است، به این معنا که آنچه از کوزه برون تراود همان است که در اوست، یعنی این وضعی که الان هست رژیم ولایت فقیه سران اون صادق بودن و همین چیزی که الان هست رو می گفتن، ولی ما اکثریت مردم ایران متوجه نبودیم، یا اینکه نه قرار بود چیز دیگری بشه این شد. فرق نمی کنه چه در اصل صادق بودن و آنچه که باید بروز می دادن این شد، ما متوجه نبودیم، و یا نه اساساً میخواستن ادعاهایی داشتن ولی در عمل چیز دیگری شد. در هر دو حال نتیجه یکیست و تحلیل کردم که ماهیت رژیم به ضد خودش تبدیل شده و به همین لحاظ آنچه که از دیدگاه دین حکومتی، دین سیاسی و ملاهای حاکم بر ایران روزی ارزش نامیده میشد و بخش بزرگی از جامعه هم اون رو قبول داشت، امروز به ضد خودش تبدیل شده و این تغییر ماهیت به مرحله‌ای رسیده که امروز فرزندان رژیم، فرزندان اصلی نظام ولایت فقیه هم از اون روگردان شدند. مثال زدیم فائزه هاشمی رفسنجانی، دختر رفسنجانی، از پایه‌گذاران رژیم ولایت فقیه پس از خمینی با صراحت میگه که سپاه در لیست تروریستی باقی بماند. یا علی مطهری که او هم فرزند کسی است، آیت الله مطهری، که اون هم از مهمترین پایه‌های رژیم ولایت فقیه بود، با صراحت میگوید که ما، یعنی جمهوری اسلامی، ابتدا دنبال بمب هسته‌ای بودیم، بمب اتمی بودیم. گفتن این حرف‌ها ساده نیست. معناش این هستش که اینها به تعبیر آقای خامنه‌ای در جبهه دشمن قرار گرفتن. از دید نظام ولایت فقیه و ایدئولوگ‌ها و کارگزاران اون، کارگزاران اصلیش، این فرزندان نظام جمهوری اسلامی الان در جبهه دشمن تعریف میشن. محمد رضا بهشتی یا فرزندان آیت الله بهشتی، یکی دیگر از مهمترین پایه‌گذاران رژیم ولایت فقیه در 43 سال پیش، اونها اساساً در سال 88 به تعبیر خامنه‌ای
در جبهه دشمن قرار گرفتند. حتی بازداشت و زندانی شدند. مادرشون رفت دخالت کرد، در حالی که حالا شاید نسل های دوم و سوم نمیدانند، اما نسل اول میدانند که آیت الله دکتر بهشتی از مهمترین پایه‌گذاران رژیم ولایت فقیه و عامل تصویب اصل ولایت فقیه در قانون اساسی بود. در کنار اون شخصی مثل آیت الله منتظری که قائم مقام خمینی بود و او هم مهمترین نقش رو در ایجاد ولایت فقیه داشت، او هم خودش و هم فرزندانش به تعبیر علی خامنه‌ای در جبهه دشمن قرار گرفتند از سالیان پیش. بسیار خوب، آیا این شخصیت ها و فرزندان اونها و کسانی مثل میر حسین موسوی و کروبی و بسیاری از کسان دیگر و شخصیت های دیگر، آیا اینها گول خوردند؟ اینها ره کج کردند؟ یعنی اینها از اون مسیر اولیه منحرف شدند یا نه؟ اونی که به اسم جمهوری اسلامی به مرور مطرح شد و امروز به نام رژیم ولایت فقیه مطرح هست، اساساً از ادعاهای اولیه خود عدول کرد و به مرور به ضد خود تبدیل شد. کدامش؟ مراجع و محافل و افکار مستقل داوریشون این هست که نه، اونی که راه کج کرد و خلاف ادعاهای اولیه عمل کرد نظام مستقر حاکم است. کما اینکه شما فردی مثل آیت الله حسن خمینی که نوه آیت الله خمینی است رو هم اگر مشاهده کنید، برای خبرگان رهبری رد صلاحیت شد، یعنی اینکه در جبهه ولایت فقیه نیست، ولو اینکه به او سالیانه پولی میدهند، مستمری میدهند، باج و خراج میدهند، مثل زمان صدر اسلام که به یاران پیغمبر و به یاران صحابه مثل علی، ابوبکر، عمر، عثمان، فرزندانشون مالیات داده میشد. حتی از سوی دستگاه یزید و معاویه هم به فرزندان علی مثل حسن و حسین آنچه که در تاریخ طبری و سایر تاریخ های معتبر هست مالیات و حقوق داده می شده. برای اینکه ساکت باشه، حسن و خمینی هم از این قماشه باج و خراجی می گیره، مالیاتی می گیره به اسم مرقد مقدس و نمیدونم چی های مقدسی که اصلا بودجه داره، ردیف بودجه داره، ولیکن او هم به لحاظ خودی بودن و به لحاظ اینکه در نظام ولایت فقیه تعریف بشه غیر خودیه، برای اینکه در خبرگان رهبری او رو رد صلاحیت کرد. پس چی؟ پس این که اساساً ارکان ولایت فقیه، پایه‌گذاران ولایت فقیه، پایه‌گذاران نظام ولایت فقیه که روزی جمهوری اسلامی نامیده میشد، اساساً علیه اون شدند، چون این نظام، این رژیم، این ساختار به مرور تغییر ماهیت داد
مثل بسیاری از نظام‌های ایدئولوژیک و نظام‌هایی که ابتدا بر پایه یک اعتقاد یا تفکر و یا سیاست و برنامه متکی بر اعتقادات به وجود میان، اهم از این که ادعای آسمانی داشته باشند، مثل نظام اسلامی یا نظامات اسلامی یا ادعای مادی و عینیتی داشته باشند مثل نظام مارکسیستی و یا هر گونه نظام‌هایی از این دست، ابتدا ادعاهایی دارند، آرمان‌هایی مطرح می‌کنند، اما به مرور تاریخ نشان داده که به ضد خود تبدیل می‌شوند. از این روز که برخی جامعه شناسان اعلام کردند که انقلاب‌ها فرزندخوار هستند، از جمله دکتر شریعتی که یک جامعه شناس شیعی بود همین مسئله رو پیش از انقلاب مطرح کرد که انقلاب‌ها فرزندخوار هستند. البته یک انقلابی مثل انقلاب کبیر فرانسه هم به همین وضع دچار شد، ولی انقلاب کبیر فرانسه که پس از پیروزی در یک دهه که دهه وحشت نامیده شد و دهه ترور نامیده شد، در اون دهه بسیاری از انقلابیون اول رو به وسیله گیوتین سر زدند، سر بریدند، ولی انقلاب کبیر فرانسه بالاخره تونست سرانجامی پیدا بکنه و بر پایه اون آرمان‌های اولیه به پیروزی و به تحقق یک نظام دموکراتیک بر پایه حقوق بشر برسه. خب این اون تعریفی بود که در بخش اول صحبت من داشتم راجع به این که امروز این جمهوری اسلامی یا این رژیم ولایت فقیه دقیقاً بر ضد و برخلاف آن چیزی است که در سال 56، 57 و حتی 58 ادعا می شد. تبدیل شد به یک نظام مافیایی متکی بر اسلحه و زور، متکی بر راندخاری و چپاول، متکی بر ریا و دروغگویی. باز هم تعبیری از دکتر شریعتی که می گفت متکی بر زر و زور و تزویر، تیغ و طلا و تسبیح. تسبیح نشانه ریاکاری است، تیغ نشانه زور است و طلا نشانه فساد مالی و راندخاری است. همینطور امروز کسانی که به اسم فقیه و فقها، طبقه روحانی، طبقه سرداران سپاه و نگهبانان این طبقه روحانی و قدرت اونها و طبقه کارگزاران اعم از امنیتی ها و تکنوکرات ها، همه اینها حتما خود هم می دانند که این رژیم ولایت فقیه 100% رو در روی اون ادعاهای اولی است، ولی منافعشون ایجاب می کنه که بگن نه همونه. خب البته این رژیم ولایت فقیه با تکیه بر شکل و پوسته، یعنی به زور سرنیزه، رعایت پوشش اسلامی، ظواهر و شرعیات اسلامی، اینا همه ظواهره، پوسته است، و یا جنگ افروزی و گسترش تروریسم و جنگهای نیابتی در منطقه به نام دشمنی با آمریکا و اسرائیل، به این بهانه که آمریکا کفر است
و اسرائیل شرک است و ما چون با کفر و شرک در ستیزیم، پس لابد اسلامی هستیم و ایدئولوژیمون رو حفظ کردیم و روی اصالت هامون ایستادیم، بنابراین خود فریبی می کنند و دیگر فریبی. این اون چیزی است که راجع به ماهیت جمهوری اسلامی میتونیم تحلیل کنیم. نه شعار، نه پروپاگانداست، بلکه واقعیت، تحلیل امر واقع، خواه خوششان بیاید یا بدشان بیاید. و اما نکته دیگری که امروز میخوام اضافه کنم بر این بحث این هستش که این رژیم ولایت فقیه یا رژیم ملاها یا رژیم فقها به لحاظ عمل کرد و کار کردگرایی نیز کاملا برخلاف و در نقطه مقابل ادعاهای 43 سال پیش است. برای اینکه امروز هیچ عدالتی در کار نیست، انصافی در کار نیست، فاصله طبقاتی، یه زمانی در انقلاب میگفتن فاصله طبقاتی زیاده، حلبی آبادهایی هست، حاشیه شهرهایی هست، در برابرش طبقه بالاست. درست بود، اون زمان هم بود. اون زمان روستاها رو داشتیم، 70% جمعیت در روستاها بود، نه آب داشتن، نه جاده داشتن، نه برق داشتن، نه هیچی نداشتن. درسته. البته نظام شاه توسعه و بهبود و نوسازی رو شروع کرده بود، ایجاد مدارس، واکسیناسیون و ترویج دانش، سپاه دانش، سپاه ترویج آبادانی و چیزهای اتفاق افتاده بود، ولی خیلی عقب بود. درسته. اما فاصله طبقاتی که امروز هست با اون روز قابل مقایسه نیست. شکاف طبقاته هزاران برابر زیادتر شده. بخش بزرگی از روستاها طی 50 سال اخیر جلای وطن کردن، از روستاها به شهرها هجوم آوردن، حاشیه نشین شدن، حاشیه نشینی فراوان شده و امروز میبینیم. امروز میبینیم در این مملکت یک اقلیت 4-5% میوه های استفاده میکنن به عنوان میوه های لاکچری، که این میوه های لاکچری تا کیلوی بیش از 1 میلیون هم هست. اما اکثریت حتی از خرید هندوانه ناتوانند. میشنوید و میشنوید. مثلا اینی که یک بنگاه اقتصادی به اسم بانک آینده و فردی به اسم علی انصاری یا انصاریان که موفق میشود اینجا در پایتخت در بغل گوشمان مرکز تجاری ایجاد کنه که در غرب آسیا گفته می شود از بزرگترین است و سرمایه گذاری اون نجومی است، نجومی. و چنین بنگاهی هست با اتکا به بیت رهبری و در کنار این بنگاه‌های با ثروت و سرمایه های نجومی هزاران هزار فقیر و گرسنه و کوخنشین و کارتون خواب و گور خواب و اتوبوس خواب و پشت بوم خواب و فقیر داری. فاصله طبقاتی قابل وصف نیست. شکاف طبقاتی. این نتیجه عملکرد 43 ساله رژیم ولایت فقیه است. به لحاظ کار کرد میگم و به لحاظ کار کرد اگر شما بخواهید مسئله آزادی بیان رو مطرح کنید، درسته در زمان شاه آزادی بیان وجود نداشت، ولی امروز هم برای ابراز عقیده حداقل در اون زمان تا حدودی آزادی مذهب وجود داشت. کسی رو به جرم بهایی بودن اعدام نکردند،
نبردن بزنن و زندان و شکنجه کنن، یا به نام نوکیش مسیحی، یا دگر باشه دینی، یا دگر باشه جنسیتی، یا هر چیز دیگری. آزادی های اجتماعی وجود داشت، راجع به لباس پوشیدن، راجع به آزادی هایی که فرد میتونه در جامعه داشته باشه. امروز اگر شما رو در حال خوردن مشروب بگیرن، نمیدونم بدون حجاب و روسری بگیرن، در مجالس مختلط زن و مرد بگیرن، شلاق داره، زندان داره، جریمه داره و در مواردی اعدام داره. اما حتی در مورد آزادی عقیده و آزادی بیان در سالهای منتهی به 56 نیروهای چپ، نویسندگانی مثل ساعدی، دولت آبادی و کانون نویسندگان و بسیاری از اینها کتاباشون در همه کتابخونه ها بود، از جمله در دانشکده خود ما در کتابخانه کتابای اگه دیگر اندیشان بود بسیار زیاد. ولی امروز درست زمانی که خمینی ادعا کرد در جمهوری اسلامی مارکسیست ها هم آزاد هستند، امروز حتی این گونه نویسنده ها حق انتشار کتاب ندارند. بنابراین آنچه ادعا شد در عمل برخلافش عمل کردن، به لحاظ کارکردگرایی، به لحاظ ایجاد رفاه برای مردم، امروز قیمت ماکارونی رو نمیتونن کنترل کنن، قیمت مرغ و تخم مرغ و برنج و گوشت و حبوبات که سر به آسمان کشیده، کرایه خانه ها، همه اینها اصلا قابل بیان نیست. ارزش پول ملی، فکر میکنم پیش انقلاب دلار، فکر میکنم حد اکثر 1000 تومان بود، شاید، من نمیدونم، الان تردید کردم، شاید حدود 1000 بود، حد اکثر بگیم در 57 6000 تومان، دیگه بالاتر از این که نبود، 6000 تومان اگر بود، من الان فراموش کردم. امروز دلار 28000 تومانه، 28000 تومان. یعنی چی؟ یعنی پول ملی ما نزدیک 50 برابر سقوط کرده، نزدیک 50 برابر سقوط کرده، 1/5 شده نسبت به سال 55، 54، 56. خب به لحاظ کارکردگرایی رژیم ولایت فقیه کاملا جامعه رو به ورطه سقوط برده، نابود کرده، نابود کرده در همه زمین ها، هیچ زمینه ای رو نمیتونن بگن پیشرفت کرده. اگر در هر زمینه ای بخوان پیشرفت بگن پیشرفت کردیم، آمارها و دلایل زیادی هست که روشن کنه که دروغ میگن. پس این وضعیت رژیم ولایت فقیه. البته برای 4-5% دنیا آباد شده، بهشت شده، گلستان شده. اونایی که به قول خود علی خامنه ای زمین خارن، دریا خارن، کوه خارن و از خودشون هم هستن، مردم عادی نیستن، برای اینا بهشت شده. سردار قالیباف که معلوم نیست پیشا انقلاب چه شغلی داشته، حالا خودش که جوانکی بوده، خانوادهش، پدرش، امروز سیسمونی نوه آقای سردار قالیباف از ترکیه با هواپیما حمل می شود. بله که پیشرفت کردن، بله. اما این حرفایی که من می زنم همه می دانید، من فقط جمع و جور می کنم و مقدمه چینی می کنم و بعد نتیجه می گیرم، منطقا. خب این سرنوشت جمهوری اسلامی. حال
خدمت شما عرض کنم که امروز این آقای احمد خاتمی، اگر اشتباه نکنم، احمد خاتمی، بله، امام جمعه تهران که البته نماز فطر خونده در جمکران، اعتراف کرده به گرانی و تورم لگام گسیخته، ولی وعده داده که مسئولین مهار خواهند کرد. چگونه مهار خواهند کرد؟ دلار که داره میره بالا، وضع بین المللتون هم که روز به روز داره بدتر میشه، دزدی هاتون هم که بیشتر میشه، راندخاری هاتون هم که بدتر میشه، یه مش کلاهبردار و کلاش چجوری میخواد بهتر بشه؟ ابدا و اصلا. حال جایگزین این رژیم چه خواهد بود؟ این رژیم رژیمی نیستش که پایدار باشه، میدونید؟ بالاخره یه رژیم دیکتاتوری و استبدادی هم، مثلا مثل زمان صدام حسین. صدام حسین یه نظام دیکتاتوری داشت، حزب بعث عراق حاکم بود، مثل الان که سپاه حاکم، کل مملکت دست سپاه پاسدار، حتی برجامشون هم به نتیجه نرسید چون سپاه نخواست، گفت یا منو از لیست تروریستی خارج کنید یا قبول نمیکنم، چون الان سپاه تصمیم گیرنده همه امور. صدام حزب بعث هم دیکتاتوری بود، اما در اونجا اگر فقری بود، فقر به سویه بود، یعنی در اصل اون نظام دیکتاتوری کنترل میکرد که 1-4-5% با 95% ایجاد نشه، یکی در آسمان بر عرش، یکی بر فرش، کنترل میکرد. یا در کره شمالی، در کره شمالی ظلم به سویه عدله، یعنی ظلم مساوی میشه عدل، چون اگه قرار علف بخورن همشون علف میخورن، اگر هم قرار مرفه باشن همشون مرفه. این نظام های دیکتاتوری ممکنه پای ادامه داشته باشن، اما نظام استبدادی علی خامنه‌ای پایدار نیست، برای اینکه این نظام آلترناتیوش، جایگزینش در درون خودشه. خیلی راحت میگم، یعنی این که اونهایی که الان با خود این رژیم مشکل دارن، همطور که سمبولهایی رو اسپردم، اینا در درون نظام هن. در درون رژیم هن. چرا؟ اشاره کردم که ما مخالفین خیلی وقتا الگوهامون رو برای تغییر از انقلاب بهمن 57 گرفتیم، دقیقا الگو گیری کرد، از خودم میگم تا بقیه. یعنی فکر میکنیم که یکی از ما خمینی خواهد شد، دنبال اینیم دیگه که یکی از ما بشیم خمینی، فرمان بدیم، فراخوان بدیم، بسیج بدیم، مردم بیان توی خیابونا تظاهرات کنن، یکی دو تا سه تا ده تا اعتصاب کنن و بعد رژیم رو سرنگون کنیم، یه رژیم جدید مستقر کنیم. این الگویی است که در ذهن اکثر ما مخالفین و اپوزیسیون ها هست. ما از این به یک انقلاب پوپولیستی تعبیر می کنیم، یعنی میگیم در این انقلاب نقش عموم مردم، توده های مردم نقش اول است. البته قطع نظر از این که گفتم در بهمن 57 فقط مردم نبودن، بلکه اینو در قسمت دوم تحلیل کردم و گفتم که کمک دنیای غرب به آیت الله ها بسیار تعیین کننده بود، از جمله انگلستان و بی بی سی. خب حال ببینید، اون نوع انقلاب رو بهش میگن انقلاب تودوار، انقلاب پوپولیستی. در انقلاب تودوار و پوپولیستی نقش توده های مردم نقش اول است، یعنی توده های مردم بسیج میشن. حالا یه بسیجی رو آیت الله خمینی بسیج کرد توده های مردم رو، یکی هم هیتلر بسیج کرد دیگه. انقلاب های تودوار، حرکت های تودوار، مثل کاری که مثلا فاشیست ها در ایتالیا کردن، موسولینی انجام داد، و ناسیونال سوسیالیست ها
و نازی ها به رهبری هیتلر انجام دادن و ما مردم مسلمان شیعه ایران در 43 سال پیش به رهبری خمینی انجام دادیم. اینا با هم شباهت در بسیج توده ها داره. این نوع انقلاب ها انقلاب توده واره. انقلاب های توده وار که یک پایه اصلیشون بر توده ها و عوام و عمدتاً آدم های بی سواد و کم سواد هست، اینها در واقع انقلاب های قرن 19 و 20. در قرن 21 من فکر نمی کنم چنین انقلاب هایی پا بگیره و یا اساساً چنین انقلاب هایی به صلاح باشد. این حرفی که من دارم میزنم الان، این تحلیلی که دارم انجام میدم، بعید میدونم در بین ایرانی ها و فارسی زبان ها به این شفافیت و صراحت انجام شده باشه و میدونم الان هم خیلی مورد اعتنای زیاد قرار نمیگیره، اگرچه روشنفکران، فرهیختگان و اهل پژوهش حتما دقت میکنن. خب الگوی ما همونطور که در بخش قبلم گفتم یک الگوی ناقصه، ناصحیحه. الگوی انقلاب پوپولیستی که یک سر اون یک کاریزماست، یک رهبر فرهمند قدرتمند توده‌گراست و طرف دیگه اکثریتی است که وارد میدان میشن. آخرین این نوع انقلاب در بهمن 57 در ایران بود که نتیجه اون اگرچه نتایجی به لحاظ ایجاد آگاهی داشت، یعنی مردم ایران امروز نسبت به 43 سال گذشته کاملا تفاوت کردن و فهمیدن که حکومت دینی، دین حکومتی، دین سیاسی و ایدئولوژیک اساسا مردود و محکوم به شکسته و لذا نسل جوان امروز و نسل های جوان دیگه اساسا به اون دین باور ندارن. این بی اعتقادی، این بی باوری، این اتئیستیک، این در واقع لائیسیته نتیجه آگاهی است که از انقلاب دینی به دست آورده. یعنی اون انقلاب دینی و این حکومت دینی به نحو معکوس در رشد آگاهی های توده ها نقش بسیاری داشته، اگرچه به لحاظ تاریخی شکست خورده. خب پس ما این الگو از حکومت، از انقلاب پوپولیستی و انقلاب متکی بر توده ها رو باید کنار بگذاریم. آنچه که در رو در روی ماست اینه. هممیهنان عزیز، اولا جایگزین این نظام ولایت فقیه در درون خودش. یعنی چی؟ یعنی اینکه رژیم ولایت فقیه با کارکرد خودش، با عملکرد خودش، با سیاست و رفتار خودش موجب این می شود که به مرور پایه های خود رژیم سست می شود و سست‌تر. همین الان ببینید شما رژیم چقدر نسبت به گذشته سست‌تر و ضعیف‌تر شده. به لحاظ منطق، منطق شکست خورده، گفتمان شکست خورده، سیاست ها شکست خورده، ریزش هاش بسیار زیاد شده و امروز تبدیل به یک مافیا شده. این دیگه نظام و ساختار قانونمند نیست. اگرم امروز یک مقداری میتونه باز ادامه بده، متکی تا حدود زیادی به شخص علی خامنه ای، خودشون هم میدونه به شخص علی خامنه ای. نیروهای درون این رژیم، به ویژه بدنه این رژیم و ریزشی های اون به فکر این هستن که چگونه به ویژه پسا علی خامنه ای وضع رو تغییر بدن، چگونه با این هیولایی که روی دستشون مونده به عنوان میراث خمینی و خامنه ای چگونه باید با این برخورد کنن. خودشون میدونن این قابل دوام نیست
برای اینکه دیکتاتوری که درش هیچ گونه نظم و قانونی نباشه و درش فساد و دزدی و راندخاری و مافیا باشه، این محکوم به شکست و خودشون هم میدانن. پس درون نظام، ریزشی های نظام، بدنه نظام سعی خواهند کرد حتی برای حفظ نظام دست به تغییرات بنیادین بزنن. هیچ رأی ندارن. اگر امروز شخص خامنه ای و اون مافیایی که دور او شکل گرفته از طریق دفترش و سرداران سپاه و دوست‌ها و اینها مانع این کار میشن و پایین دستی ها رو سرکوب میکنن، ولی پایین دستی ها آنگونه که ما اطلاع داریم آماده این هستن که این بساط رو به هم بریزن. این یک نکته. نکته بعدی این هستش که ما شاهده، ببینید رفقای عزیز خوب توجه کنید، ما شاهد رشد و توسعه یک گفتمان جدیدیم طی این 3-4 دهه، گفتمان حقوق بشری، دموکراسی خواهی، سکولاریزم، گفتمان پلورالیزم، یعنی این که باور به تکثر، به رسمیت شناختن مخالف، به رسمیت شناختن ایده های گوناگون، روش های گوناگون، حزب های گوناگون، شیوه های گوناگون، این یک ترقی، توسعه و تکامل در جنبش اجتماعی ماست تا یه چند دهه گذشته. این بر گفتمان حقوق بشری. شما به قومگرا نگاه میکنی، به ناسیونالیزم نگاه میکنی، به جنسیتگرا نگاه میکنی، به هر کدام از این گرایش ها و جنبش ها وقتی نگاه میکنی، اینها حرف از اعلامیه جهانی حقوق بشر، گفتمان دموکراتیک، سکولاریزم، پلورالیزم و مسائلی از اون دست میزنن. هیچ کس دیگه نمیگه که فقط ما. این فقط ما مال خمینی بود، مال انقلاب بهمن 57 بود، مال انقلاب ایدئولوژیک بود، مال یک انقلاب پوپولیستی بود که رهبر کاریزما بالا بیستد دستش را تکان دهد و توده ها به تکان دست او حرکت کنند. این تمام شده است. اون در واقع پلورالیزم نبود، اون انحصار طلبی بود، مونوپولیزم بود. در مقابل پلورالیزم، مونوپولیزم بود، یعنی به انحصار یک ایدئولوژی، یک رهبر، یک طبقه، یک صنف در آوردن همه چیزها. پلورالیزم کنونی در برابر مونوپولیزم 57. اینا ماهیت انقلاب دموکراتیک و تحولات جدید رو رقم میزنه. ما داریم راجع به این صحبت میکنیم. حاملان این اندیشه، ترویج دهندگان این گفتمان رو شما دیگه در بین توده ها و به ویژه ناآگاهان پیدا نمی کنید، بلکه نخبه ها، روشن فکرها، فعالین جنبش کارگری، جنبش معلمان، جنبش بازنشستگان، جنبش بانوان، جنبش دانشجویان و جنبش های حقوق بشری و جنبش های بزرگ و خرد جنبش ها هستند که حامل این فرهنگ، این گفتمان و این دیالوگن. قرار نیست دیگه به سال 57 برگردن. پس یک نیروی برانداز در درون رژیمه، رژیم در درون خودش پرورشش داده، تز یا زمینه یا بستر که خود رژیم هست، آنتیتز یا ضد زمینه و ضد بستر رو پرورش داده. میلیون ها نیرو در بدنه رژیم هستند که اینها الان ناراضی هن و اینها اگر کاری نمی توانن بکنن یا نمی کنن به دلیل مصلحت ها و نیز سرکوب های بالادستی هاست، منتظر هن. نیروی دموکراتیک، جنبش های اجتماعی، الان نگاه کنید شما، یه رژیم تا دندان مسلح در برابر یک جنبش معلمان از پا در آمده. هر روز میریزن معلم ها رو میگیرند و سرکوب میکنند و تحلیل میکنند و کارگرها رو میگیرند. کار رژیم
از جنگیدن با چریک در دهه 60 در خانه تیمی و کار رژیم از جنگیدن با فعالین سیاسی در دهه 70 و 80 رسیده به جنگ با فعالین صنفی در دهه 90 و در دهه اول قرن 15. تا این اندازه رژیم سقوط کرده و تا این اندازه جنبش اجتماعی پیشرفت کرده و به جلو آمده. پس جنبش های مدنی، جنبش های اجتماعی و دموکراتیک در درون مرز که اینها نیروهای آگاهن، دارای خود آگاهی هستند. حالا میگیم خود آگاهی صنفی، خود آگاهی اجتماعی، خود آگاهی طبقاتی، هر چی میخواد اسمش رو بگذاریم. اینا نیروهای آگاه جامعه. اینها ارزش های دموکراتیک رو تبیین میکنن و با اندیشه و با نظر و عمل کرده خود حمل میکنن. اینها مثل توده های بی هویت نیستن که بالا دستش رو تکون بده یا های هیتلر بگه و بقیه همینطور ما همه سرباز تا این فلانی. نه دیگه، کسی سرباز کسی نیست، همه سرباز قانونن، سرباز دموکراسی ان، سرباز آزادی ان، سرباز رفاه و امنیت ان که در قانون تبلور پیدا می کند. قانون اساسی مدرن، قانون اساسی سکولار، یون چیزی است که دست میده نیروی جنبش دموکراتیک با بدنه درون رژیم، با ریزشی های رژیم برای تغییر و انتقال قدرت. در بخش دوم گفتم عملکرد رژیم طی 43 سال گذشته موجب نفرت های زیادی در جامعه شده. همینم خوب توجه کن، نفرت پراکنی از به واسطه عمل کرده رژیم، نفرت های قومی که زمان شاه نفرت قومی اینقدر بود، نفرت های اجتماعی و طبقاتی، نفرت های ایدئولوژیک. امروز جوانان و نسل بزرگ نسبت به اسلام نفرت داره، نسبت به سمبول های اسلام شیعه یعنی روحانیت نفرت داره. اگر و از همین گونه پیش برود و کنترل نشود، روزی در این مملکت آخوندکشی به وجود خواهد آمد، روزی در این مملکت فقرا علیه اغنیا قیام خواهند کرد، روزی در این مملکت حاشیه های مملکت علیه مرکز قیام خواهد کرد. ما با چالش ها و خیزش ها و قیام ها و در واقع شکاف های عظیم روبرو خواهیم بود. لذا به همریزی مملکت، واژگونی و کلپس اجتماعی آنگونه که ادهی فکر می کنن، نه عملیست و نه به صلاحه، به صلاح نیست حتی اگر عملی باشه. اگر قرار باشه انقلابی به شکل انقلاب خمینی باشه، هیچ کس نمیتونه اونو کنترل کنه، به ویژه با این مخالفین پراکندهی که داریم، به ویژه با این مخالفین پراکنده. تغییر و انتقال قدرت بایستی که از طریق جنبش های مدنی و اجتماعی و با دست دادن به بدنه ناراضی و ریزشی های رژیم اتفاق بیفته که ما از اون به انقلاب دموکراتیک تعبیر کردیم. فرق بین انقلاب دموکراتیک با انقلاب پوپولیستی 57 در اینه. بخشی از مخالفین سنتی رژیم گمان می کنند که اگر مملکت مثلا رژیم فرو بریزد، حتما می شود بر در واقع ویرانه های این رژیم بنای دموکراتیک، بنای مدرن استوار کرد. اینقدر رژیم جمهوری اسلامی خرابی ایجاد کرده و شوربختانه سرنوشت کشور، تمامیت ارضی، اتحاد ملی رو و امنیت ملی رو با سرنوشت خودش گره زده که این کار رو
غیر ممکن و نزدیک به غیر ممکن کرده. پس مطابق انقلاب دموکراتیک اپوزیسیون ها و مخالفین راهی ندارن جز گره خوردن و گره زدن با جنبش های مدنی و جنبش های دموکراتیک و جنبش های اجتماعی و پیش رفتن و رژیم رو پس زدن و نیز کمک گیری کردن از ریزشی های رژیم و از بدنه رژیم با ایجاد اعتماد در این که با رفتن ملاها که باید بروند مملکت به هم نخواهد ریخت، آشوب و بلوا نخواهد شد، شورش نخواهد شد، جنگ های داخلی نخواهد شد، انتقام کشی نخواهد شد، ملا کشی نخواهد شد. این بایستی که مخالفین بتونن با عملکرد خودشون، با پیوند خودشون با جنبش های دموکراتیک که مخالف اعدامن، مخالف انتقام جوییم، مخالف تجزیه‌ام، مخالف جنگ داخلیان و اما دقیقا طرفدار برابری قومیتی، جنسیتی، طبقاتی و همه در همه زمینه ها هستن. برابری باید بر قانون اساسی متکی بر اعلامیه جهانی حقوق بشر تاکید کنن، از جنبش های واقعا موجود حمایت کنن و با هم به پیوند بر بخورن برای اینکه یک نیروی اجتماعی جنبشی مبارزاتی قدرتمندی به وجود بیاد که اولا مردم به اون اعتماد کنن، بدونن این نیرو میتواند جنبش رو به سرمنزل مقصود برساند و این نیرو میتواند از جنگ داخلی جلوگیری کند، از انتقام جویی جلوگیری کند، از غارت و شورش جلوگیری کند، از کشتار جلوگیری کند. این چیزی است که امروز ما نیاز داریم، نه این که ما تقدیرگرا باشیم. من بارها و بارها این حرفو گفتم، تقدیرگراها اونهایی هستند که میگویند به خود جریان جامعه به سمتی پیش خواهد رفت که ما پیروز میشویم. میگن نور بر ظلمت پیروز است. کی گفته هم چیزی؟ نور کی گفته نور بر ظلمت؟ این اندیشه، اندیشه اوتوپیایی امام زمانی ناجی گرایان است که در فرهنگ ما طی قرون متمادی جا خوش کرده و کنده هم نمیشه و دروغ هم هست. یک دروغه. اینی که ما در این مملکت همیشه معتقدیم نور بر ظلمت پیروز است، اونایی که مدعیان به من نشون بدن طی هزاران سال تاریخ این مملکت کجا نور حاکم بوده، همچی که ظلمت بوده، یا فقر بوده، یا نابرابری بوده، یا کشتار بوده، یا شکنجه بوده، بخشش هم که الان داریم میبینیم. کجا نور بر ظلمت تاریخ همیشه نور بر ظلمت بیروز؟ نه، تقدیرگرا نباشیم، بایستی که عمل کنیم، برنامه داشته باشیم، با هم باشیم. این اون تحلیلیست که من معتقدم این تحلیل رو مبارزین ما، تحلیلگران ما، پژوهشگران ما ارائه نمیدن. حالا یا نگرانیشون از افکار عمومیه، توده زدن، یا منافعی هست، یا به هر دلیل. شفاف باید ما نقد از درون کنیم، بایستی که آسیب شناسی کنیم و این اندیشه ها و این واقعیت ها رو از این طریق این رسانه ها با مردم در میان بگذاریم. توده ها رو من الان اینجا خطاب قرار نمیدم، چون اصلا توده ها دستشون به من نمیرسه. من دارم با کسانی صحبت میکنم که روشن فکرن، نخبه هن، مبارزن، مدنی هن، سیاسی هن و این صحبت ها رو میشنون. حالا حد اکثر 50-60-70 تا حد اکثر 100,000 تن، و 100,000 تن هم خیلیه، 50,000 تن هم خیلیه، که ما ماهیت انقلاب دموکراتیکمون رو درک کنیم. اگر به دنبال تقدیرگرایی هستیم که بله
سیر حوادث خود به خود به گونه ای خواهد شد که مردم به این نتیجه برسند که بیایند در خونه ما از ما بخواهند تشریف بیاورید بر تخت قدرت سوار شوید. چنین چیزی نیست. نه چنین چیزی نیست. ما باید فکر داشته باشیم، برنامه داشته باشیم و بنابر فکر و برنامه تلاش کنیم، اتحاد در عمل داشته باشیم. اونی که کارگروه ملی فراخوان ها که خوشبختانه همه جریانات، گروه ها، تفکر ها، جنسیت ها، قومیت ها در اون هستن، داره این رو میگه. میگه ما باید با جنبش های مدنی و جنبش های اجتماعی و جنبش های دموکراتیک دست بدیم، به رسمیت بشناسیم، تقویت کنیم و نیز پیام روشنی بدیم، بدنه رژیم رو به این سمت بکشونیم، ریزش بیشتری ایجاد بشه، با اینها گفتگو کنیم، از همین طریق گفتگوهای رسانه‌ای به اصطلاح خودشون دیپلماسی عمومی، بهشون بگیم که آنچه که شما به جمهوری اسلامی میشناسید امروز به ضد خودش تبدیل شده، فقر و فساد و فاصله طبقاتی و دزدی و شکنجه و راندخاری و فلاکت مردم رو ملا حاکم کردن. ملا نباید حکومت کنه، ملا باید بره در جاهای خودش درسش رو بخونه. اگر ملای واقعی بود باید روی اخلاقیات کار میکرد که موفق نشد و شکست خورد. البته ما نمیخوایم ملاکشی را بیاندازیم، ما نمیخوایم تفتیش عقیده را بیاندازیم، ما نمیخوایم اقدام علیه مذهب بکنیم. اینا رو باید صحبت کنیم و به اینها بگیم و بگیم بیایید ما هم به هم بپیوندیم. ما میخوام یک مملکتی داشته باشیم، تمامیت ارضمون حفظ بشه، جنگ داخلی نشه، انتقام جویی نشه، کشت و کشتار نشه، اما برابری باشه، انصاف باشه، رفاه و امنیت باشه، داد و ستد با همه دنیا باشه، پیشرفت کشور باشه، سکولاریزم باشه، جدایی دین از سیاست باشه. اینا همه موجب پیشرفت مملکت میشه. اگر کسی هم میخواد دیندار باشه، خب دیندار باشه، اینجوری که بهتر دیندار میشه. که گفت عیسی به دین خویش، موسی به دین خویش، هر کسی دین خودش رو داشته باشه برای خودش. چه دلیلی داره اگر من مسلمانم بخوام اسلام خودم رو بردارم بیارم به رخ دیگری بکشم، یا اگر یهودی هستم بخوام به زور احکام یهودیم رو بر جامعه حاکم کنم؟ چی گفته اینا؟ اگر هم یه زمانی بوده که بوده رفتی به اون وقت داشته، به الان چه رفتی داره؟ الان که جامعه میخواد آزاد باشه، دموکراتیک باشه، پیشرفت کنه، توسعه کنه، فرزندانش آیندهشون روشن باشه، به جای این که چند میلیون ایرانی مهاجرت کنن و فرار کنن از این مملکت، همون گونه که افغانی ها از دست طالبان گریختند و میگریزند، جوانان و روشنفکران و تحصیل کرده ها و نخبه های مملکت هم از دست فقهای حاکم فرار کردن و فرار میکنن. ما بایستی که از طریق آن نیرو که ما گفتیم کارگروه ملی فراخوان ها، آن جمعیت، آن جنبش، انقلاب دموکراتیکمون رو به جامعه معرفی کنیم، گام به گام پیش بریم و نیروهای ریزشی رو استقبال کنیم و گفتگو ایجاد کنیم با بدنه رژیم و بگوییم اگر نظامی هستی، امنیتی هستی، تکنوکرات هستی، هر کس هستی، امنیت تو سر جای خودش هست. اگر مالت غیر مشروع نباشه، اگر آدم نکشته باشی، اگر به مملکت خیانت نکرده باشی، اگر این کارا رو کرده باشی، دادگاه صالحه با حضور هیئت منصفه و علنی رسیدگی خواهد کرد. و این اطمینان رو بدیم و در این صورت هست که می شود الگوی موفقی ارائه داد برای اینکه مملکت رو از شر استبداد و عقب ماندگی و فلاکت و سرکوب و گرانی و تورم و بی آیندگی نجات بدیم. و البته بسیار بسیار امیدوار هستیم به این کار. پاینده باشید و برقرار تا گفتگویی دیگر. بدرود.